امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. هوای لطیفی است، تراوت است و ترنم و شبنم است و شقایق. هوای همهمه دارند ابر و تندر و باران، هوای زمزمه دارند بید و باد و بنفشه و من هوای تو را دارم. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. آرزو میکنم در هر کجا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه انشالله. خیلی خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما و خدمت ها جای قرائتی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت شما. سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم حاجای قرائتی. امروز پیش بینی میکنم که بحث خوبی داشته باشیم انشاءالله، لذا خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. ضمن اینکه یک سلام ویژه و مخصوص به همه بیننده های خوب شبکه قرآن و معارف سیما که تکرار این برنامه رو میبینند. یه وقتایی ما توی زندگی حاجای قرائتی به یک جایی میرسیم که احساس میکنیم ادامه مسیر برای ما شاید سخت باشه. حس بد ناامیدی که واقعا حس خوبی هم به همه ما نمیده دیگه، احساس یأس، احساس ناامیدی، حتی یه وقتایی شاید در عباداتمون و در ارتباطمون با خدا این اتفاق ممکنه بیفته، نسبت به خودمون، نسبت به دیگران، نسبت به روزمرگی هامون. امروز میخوام از جای قرائتی بپرسم که واقعا علل و ریشه این یأس و ناامیدی در زندگیمون چی میتونه باشه و قطعا درمانی داره و قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام چه درمانی رو تجویز میکنن برای اینکه این یأس از ما دل بکنه و بره. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایشاتون تبدیل به چند تا سوال میشه که اما اهمیت یأس، گناه یأس، یأس از کجا پیدا شده، درمان یأس، اینا همه بحث داره. در دید ما اصلا یأس خیلی چیز بدیه. یأس آتشه، منتها آتش یه چیزها رو میسوزونه، یه چیزها رو نمیسوزونه. مثلا آتش ممکنه آهن رو نسوزونه، داغ کنه ولی نسوزونه، پنبه رو میسوزونه. یأس همه چیز رو میسوزونه، یعنی نابغه باشه، مایوس بشه، فلج بشه. تاجر درجه یک، خلبان، یعنی هر که در هر رشته ای تخصصی هم داشته بشه یأس بر حاکم بشه، یعنی یه آتشه که نسوز پروش، همه چیز رو میسوزونه، همه چی رو زمین میزنه. یعنی ما اگر بگن یأس چیز بود بگیم یأس آتشی است که همه چیز رو میسوزونه. و یأس مرگ همه ترقی هاست، اینم یه شعاره. یأس مرگ همه ترقی هاست.
از نگاه روایات و قرآن دو تا تعبیر دیشب من تو قرآن یافتم که چون به من زنگ زدن که امروز راجع به یأس میخوام صحبت کنیم، منم با همه خستگی که داشتیم درباره یأس قرآن میگه مایوس نمیشه الا القوم الکافرون، یا آیه داریم الا الضالون. یعنی دو گروه مایوس میشن، یا کفار، کفار اینه که ایمان ندارن به خدا و پیغمبر و اینا، یا اگرم ایمان دارن کج میرن، ضالون. آره ضالون شامل کفار هم بشه، یعنی اونایی که از نظر اعتقاد یا از نظر روش در فکرشون معتقد نیستن یا کج میرن، الا القوم الکافرون الا الضالون، یعنی فقط این دوتا. پس این باید اگر کسی مایوس شد معلوم میشه که از نظر ایمانی کم آورده. تو قرآن کلمه عسر سه تاست، کلمه یسر 36 تا، ببخشید کلمه عسر 12 تاست، کلمه یسر 36 تا، سه برابر. ان مع العسر یسرا، دو مرتبه میگه فان مع العسر یسرا، یه جای دیگه قرآن فرماست سیجعل الله بعد عسرا یسرا. این چه؟ یعنی هر تنگینایی سه تا فراخی هست. حضرت امیر فرمود هر چی میبینم هم اولش خودم میبینم هم بعدش خودم میبینم هم باخش خدا رو میبینم، یعنی به هر چیزی نگاه کنم، مثلا به این گل نگاه میکنم، قبل از گل خدا رو میبینم، با گل خدا رو میبینم، بعد از گل هم خدا رو میبینم. این بنابراین یه چیزی هم هست به شما بگم که تو قرآن گناه دو رقم داریم، گناه کبیره، گناه صغیره. گناه کبیره آیش اینه، این تجتن بو کبائر، اگر شما گناهان کبیره رو دوری کنید گناه کوچیکار میبخشن. در اینکه گناه کبیره چیه، کتاب های نوشتن، خدا رحمت کنه شهید دست غیب هم یه کتاب داره گناهان کبیره. بله خیلی کتاب خوب بود، کتاب خوبی هم هست. بله عرض کنم به حضور جناب عالی که در اینکه گناه کبیره چیه، همه روایات اولین گناه کبیره رو گفتن یأس. بله چرا اینجوری آجا واقعا؟ اصلا یأس یعنی خیلی خطرناکه، همون مرگی که شما گفتید، مرگه، یعنی یأس دیگه هیچ، این چراغ انسان خاموش میشه. یعنی ما ممکنه آدمی که مایوس شده نفس بکشه اما دیگه مرد. مرگ یعنی یأس، مرگ انسانیته، یعنی هیچ امیدی حتی برای یه ساعت هیچ. بله یعنی یأسش میگه دیگه نمیشه، بنبست ماست. عرض کنم که این مسئله مهمه. شما نگاه کنید زمان شاه همه میگفتن که حرف شاه که نمیشه، شاه قوای مسلح داره، شاه آمریکا رو داره. عرض کنم که با آمریکا که نمیشه. اصلش من شنیدم کلمه رو از یه نفر که آقا آدم مستأجر خونه‌شو نمیتونه بیرون کنه، چطور شما میخواید شاه رو از مملکت بیرون کنید؟ میگه به چهار تا شیشه شکستن و مرگ بر شاه گفتن شاه میره، همه رو درو میکنه، با رگبار میبنده. ولی یه مرتبه امام آمد فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، دو شاه باید برود، ما هم میتونیم حکومت تشکیل بده. یعنی یک آدم امیدوار اومد، انگار همه مردار زنده کرد. این مهمه. وقتی مطهری رو رضوان الله تعالی علیه شهید کردن، یه مرتبه همه آخونده یه حالت بهت زدگی، مایوس شدن اما بهتشون زد. امام فرمود بکشید ما را، ما زنده تر می شویم. خب این بله مسئله مهمیه. یا خود امام وقتی تبعید شد به ترکیه، اون مسئولین امنیت ترکیه خواستن امامو بترسونن، بردنش یه منطقه، گفتن این فلکه 40 نفر از علمای ترکیه علیه دولت حرف زدن همینجا اعدام شدن. یعنی چه؟ یعنی آقای خمینی، ما که میگیم امام، اونا میگفتن بله آقای خمینی اگر اینجا خلاف حرف بزنی شما میشه 41. حواستو جمع کن. وقت امام فرمود عجب، اینجا 40 تا شهید شدن، پس ما در ایران کوتاه اومدیم، ما هم باید جوری برخورد کنیم که شهید شیم.
یعنی بردن امام بترسونش، امام یه جور دیگه استفاده. قرآن یه آیه داره میگه که بعضیا شایعه پخش میکردن که ان الناس قد جمعوا لكم، مردم دشمن خیلی بسیج دارن، ناوگان آمریکا تا اومده تا چند کیلومتری، ان الناس قد جمعوا لكم، مردم علیه شما دشمنان جمع شدن، اینا بترسید، اینا بیشتر زاده هم ایمانا، ایمانشون بیشتر میشه. این یه آقای پول داد به فقیری، او کسی که همراه آقا بود گفت پول به این نده، گفت چرا؟ گفت برای که تریاکیه. گفت ای تریاکیه، برگش یه چیزی اضافه بهش داد، گفت یه تریاکیه خرج سنگیتره. یعنی خواستن اینو، این که انسان ما باید دشمن مایوس کنیم، نباید مایوس بشیم. الان یکی از برنامه مقام معظم رهبری بارها فرموده که هدف دشمن اینه که بگن مردم مایوس بشن، دیگه کاری نمیشه، دیگه نمیشه، دیگه نمیشه، دیگه نمیشه. پس اون نکته اولی که شما اشاره کردید درباره ریشه یأست، این از ضعف ایمان ما، از ضعف ایمانه. یعنی ما خدا رو نشناختیم و تو قرآن هم پر است از آیاتی که میگه که بابا دست خدا بسته نی، ان مع العسر یسرا، فان مع العسر یسرا. چه دعاهایی که مثلا حالا تو جامعه خودمون، یکی میگه من بچه دار نمیشم، چرا؟ نه دیگه از ما گذشته. چرا از تو گذشته؟ قرآن میگه به زکریای پیرمرد بچه دادیم، به ابراهیم پیرمرد بچه دادیم. میگه چه؟ این کار برای خدا نشد نداره. بله، این چرا مایوسه؟ یکی میگه که من دیگه به جایی نمیرسم، پدر بالا سر بچه‌هام نیست، من یه مش یتیم دارم، با یتیما چطور میتونن ترقی کنن؟ کتابای نوشته شده یتیم‌هایی که بالاترین مقامات رو پیدا کردن. تو کشور خودمون امام خمینی یتیم بود، شهید رجایی یتیم بود، بسیاری از مراجع تقلید آیت الله عظمی گلپایگانی یتیم بود، خیلی از مراجع تقلید از یتیمی به مرجعیت رسیدن، بعضیا از یتیمی به رئیس جمهوری رسیدن. هیچ مثلا چون بابام رفته خاکم به سر نه تو نیست، مگه خدا منتظر باباست؟ خدا خواسته باشه کار بکنه، بدون بابام کار میکنه. تو باید ایمان داشته باشی. بله. اصلا هم تموم شد. حال خودت هم خوابت ببره، اصلا هم تموم بشه، شنای تبس هستن. شنای تبس هلیکوپتر آمریکا رو کلم الله کردن، سرنگون کردن. قرآن انتقاد میکنه، میگه بعضی ها میگن ید الله مغلوله، دست خدا بسته. چه کار دارید؟ اصلا به ما گفتن برای خدا وظیفه تعیین نکنید، دعا میخونی حق نداری بگی خدای پولم بده برم مکه. به تو چه؟ بگو اللهم ارزقنی حج بیتی کر حرام، خدا میخوام برم مکه. فی عامی هذا و فی کل عام. اللهم ارزقنی، نمیگه اللهم ارزقنی مالا لاحجه، نمیگه پولم بده که برم مکه، میگه ای خدا یه خونه خوب به ما بده کیف کنیم، اینقدر آدم خونه خوب داره ده کیف نمیکنه. بگو خدایا سلامتی من بده. خیلی وقتا افراد همه ویتامینا رو استفاده میکنن، آخرش هم تنگولش بزنیم میفته تو جوب، حال نداره. آدم اصلا نون خالی میخورن از دیوار صاف میرن بالا. نگو نون بخورم که کباب بخورم که جون داشته باشم. میگه همه کباب خورا جون دارن، میگه همه اینا که نون خالی میخورن بی جونن. هزاران آدم داریم که نون خالی میخوره با همه کباب خورا کشتی میگیره. خدا یه کتابخونه داشته باشه که من پیشرفت کنم، کتاب پیشرفت کنه. البته نمیخوام منکر ابزار بشم، بله، میخوام بگم دست خدا بازه، راه پیش پای خدا نذاری. آره، یعنی نگو مثلا مزرعه کتاب، حاج احمد آقا خدا رحمتش کنه میگفت امام خمینی 200 کتاب بیشتر نداشت، با 200 کتاب دنیا رو تکون داد. من محسن قرطی 5-6 هزار جلد کتاب دارم، خاصیتی ندارم. میگه مهر آدمو نماز خون میکنه، آدمایی هستن سجادهشو به اندازه یه بغچه حمام وزنشه 2 کیلو نماز نمیخونن، و آدم ها اصلا یه برگ درخت برمیداره با همون برگ نماز بکنه عوض سجده. یعنی دست خدا تو ابزار مادی نیست، ابزار اثر داره دا. منکر ابزار و امکانات مادی نیستم، یه وقت نگید حال غلطی همه چیز رو زیر پا گذاشتی، نه. بنده که الان صحبت کنم آب میخوام، نمیدونم چای میخوام، غذا میخوام، نباشه که لولا الخبز ما صمنا و ما صلینا، حدیث داریم اگر نون نبود نمیتونستیم روزه بگیریم، نمیتونستیم نماز بخونیم. مسئله اقتصاد مسئله زیربنانی، ولی یکی از پایه هاست. ولی برای خداوند تعیین تکلیف نکنیم، برای خدا نگیم که حالا که مثلا پدرش مرد بچه ما بدبختن،
بعضی زنها هستن، زنای بیوه، شوهرش که میره میگه بچهای ما بدبخت شدن. اینطور نیست. نه، تو دعای پیشرفت و ترقی و رشد بکن. بله، اینطور نیست. حالی که مثلا ما بچه روستا هستیم پس ترقی نمیکنیم. اینطور نیست. حالی که پولمون کمه کسی دوستمون نداره. اینقدر آدم بی پول و کم پول محبوب داریم و اینقدر آدم پولدار داریم که مردم فوششو میدن و منفورن. ما داشتیم آدم ها که فقیر بوده، مثلا ترشی فروش بوده، میشنستم همشم من زیر پله ها ترشی میفروخ، ولی به قدری آدم خوب بود که وقتی از دنیا رفت کل خیابون تعطیل کردن. و آدم های پولداری هستن که با ضرب چلو کباب و تلفن و تلگراف یه ماشین مینیبوس رو انداختن جنازه تا به زهرا بردن. بله بله، این یعنی پول محبوبیت نمیاره، قضا زور نمیاره، اینا هست، ولی خدا دستش بسته نیست. ما نباید اگر یه امکاناتی از دستمون رفت بگیم ما دیگه بدبخت شدیم. این اگر این نگاهی که شما گفتید باشه که خدا دستش بسته است، لازم فهمیم چرا یأس بزرگترین گناه کبیره. بله هست. گناه کبیره این مهمه، خیلی هم مهمه. اینا عرض کنم با حضور شما که ما باید همیشه دست خدا رو باز بذاریم و سوء ظن به خدا نبریم. مثلا خیلی ازدواج نمیکنن، میگیم چرا ازدواج نمیکنیم؟ میگه خرجی از کجا بیارم؟ اصل قرآن به عروس و دمادا گفته ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله. آیه قرآنه. عروس و دماد اگر بیپولن بعد خوب میشه، خدا قول داده، خدا قول داده. نگفته سوف یغنهم الله، گفته ان یکونوا فقرا یغنهم الله، یغنهم پشت فوری گفته. آخه درباره حج اینجا حالا یه لطیفه قرآنی بگم، دو جا یعنی چند جا خدا گفته وضعیت خوب میکنم، یکی به مردم مکه، مردم مکه دو رقم مهمود داشتن، هم بت پرستا میبدن دور بت میگشتن، آخه کعبه توش بت بود، پشپونش بت بود، بت پرستا بره بتشو میبدن. یعنی مثلا اگر 10000 تا زوار او زمان بود 5000 تاش بت پرست بودن، طواف هم میکردن، طواف هم میکردن. بله مسلمان هم بره خدا میبدن طواف. یه مرتبه آیه نازل شد ان من مشرکون نجس، مشرکین نجسن، سال دیگه حق ورود در مسجد حرام ندارم. مکه مخصوص مسلمان هست، چون رسید به جایی که لخت مادرزاد طواف میکردن. آیومه که اینا پلیدن سال دیگه نباید بیان. بازار مکه دلش تورخ که خب مشتری همون کم میشه، میگه و این خفتم عیلتن، عیل یعنی فقر، یعنی عیالمنده، یعنی بساطش به فقر گرایش داره. و این خفتم عیلتن، اگر از فقر دستید فسافه یغنی کمالا، در آینده آمار مثلا رو چنان بالا بریم که جبران اون کمیه ها. وعده آینده رو داده خدا اونجا در رو گفت اگر این یکون فقر سوفه یغنی کمالا، راجب عروس دماد سوفه نداره، سری پشمنی شد، این یکون فقر رو یغنی کمالا. یعنی اونو گفته عروس دماد ازدواج کنید خدا وضعتون خوب میکنه. یه فیلم رو تلویزیون نشون داد، اولش هم یه خورده من فکر کردم چرا تلویزیون نشون داد، یه خورده همچین براشفتی؟ آره سنگین بود برم، ولی بعد گفتم نه حرف خوبی زد. یه عروس و دماد پرده هم نشسته بودن، یه مصاحبه گره باش مصاحبه گره، گفت که شما سربازی دارید، خونه دارید، ماشین دارید. عروسی گفت آقا این شوهر من هیچی نداره، سربازی حل میشه، خونه هم پیدا میشه، ماشین هم پیدا میشه، ولی خودش یه کمالاتی داره که دیگه بعدا پیدا نمیشه. من از اینکه زنه ای حرف زد یه خورده یه چیزیم شد که چرا مثلا از این دختره مثلا این تو عرضه، ولی بعد فردم نه حرف بدیم نیست، چیزای دیگه بعد پیدا میشه. یعنی ما مثلا به جوانه میگیم که یه روایت داریم کسی که ازدواج نکنه از ترس خرجی، این مشکل اعتقادی داره. یعنی میگه خدایا ببین اگر یکی باشم تو قادری میتونی رزق بدی، دو تا شدم دیگه قدرت نداری، دیگه شرمنده. من ترکت تزویج مخافت العیله، هر که ازدواج کنه از ترس خرجی فقط ظن بالله ظن سوء، این سوء ظن به خدا برده. اینا که به بنبست میرسن میگن دست خدا بسته، خدا نمیتونه کاری بکنه، خدا نمیتونه کاری بکنه. این خطر از اینجاست که سوء ظن به خداست، سوء ظن به قدرت خداست، میترسه، سوء ظن به کرم خداست. به بازاری میگی آقا پول خورده داری؟ میگن نه. میگه خب تو که داری چرا نده؟ میگه آخه الان بهش بدم فردا خودم میخوام. یه ساعت دیگه ممکنه خودم خواست باشم. بابا الان گیر اینو حل کن، بعدم که گیر کردی خدایا من وقتی که داشتم گیرا رو حل کردم، حالا تو گیر منو بکن، معامله کنیم. میگه اگر
یه آیه داریم تو قرآن میگه تو اگر در یه مورد گشایش بدی به مردم، در یه مورد، مثلا مهموندار چهار تا پتو بهش بده، دو تا قالی بهش بده، نه زندگی ظروف کرایه بره. این بنده خدا نمیتونه ظروف کرایه بگه آقا جون تو میخوای ظروف کرایه کنی، من ظرف و فرش اینا بهت میدم. اینجوری کارشو راه بنداز، کارشو راه بنداز. یه کمک مادی و خب بعد میگه اگر کارشو راه انداختی، گشایش دادی، تو ظروفو بهش کرایه دادی، من همه چیز گشایش میدم. آیش اینه، میگه اگه کسی وارد اتاق مجلسی شد و اذا قیل لكم تفسحوا في المجالس، اگر با چشمش، با اشاره، با زبون بی زبونی وارد شد و دنبال جا میگرده، یا ففسحوا، تفسحوا یعنی خود تکون بخورید، جا به ما بدید، جمع کنی خودتون، جمع کنی. جا براش باز. بعد میگه که تو جاش دادی، بعد نمیگه یفسح الله لكم في المجالس، میگه یفسح الله لكم همیشه به همه جا. تو در مکان جا باز کن، خدا فکرت باز بکنه، روحت باز میکنه، دعات باز میکنه، نسلت باز میکنه. و این یعنی جبار بودن خداوند. نه جبار، چه بذری به چند؟ بذری به چند. مثل که میگم آقا شما یه دیوان آب بده، من همه رقم شربتی بدم، همه رقم غذا، همه رقم لباس. تو فقط یه دیوان آب بده. چند برابر و چند برابر. تنوعشه. یا با دیگه بخونم، ممکنه آقایون همه که پا تلویزیون هستن، خواهرها، برادرها، یا با دیگه میگم چون ممکنه حرف یه خورده قاطی شد. بسم الله الرحمن الرحیم. این قرآنه. میگه اگر در یک مورد خاص تو گشایش بدی به مردم، راه بر مردم باز کنی، مثلا بگی آقا مهمون دارید ماشین بذار تو پارکینگ من، یا دل وافسید کنار خیابون، یه وامی بهش بدی، یه مشکلش حل کنی، اگر یک مورد خاص تو گشایش بدی، من برای همیشه همه موارد به تو گشایش بدم. یعنی هر وقت گیجی فکر باز بکنم که چه کن. چی از این بهتره جو واقعا؟ ففسحوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، مجالس مجلس، مجلس این تو اتاق، اگر تو اتاق گشایش دادی، یفسح الله لکم، دیگه نمیگه فی المجالس، کلی همیشگی، تو در مجلس، تو در مکان جا بده، من در زبان، در فکر، همه چیز جا میده. چه خدای خوبی. عرض کنم به حضور شما که یادم نمیره یه وقتی دیگه حالا فکر راست دیگه، به من گفتن آقای غلطی یاد داشته رو به کسی نده، یا اگه سیدی کردی قفل کن، یا برو کارتو ثبت بده که دیگه مثلا آخونده دیگه پا تخت سیاه نره، بگن این چیز منه، این به اسم من ثبت شده. واقعش من گفتم این چیه؟ گفت خودت مطلب نخواهی داشت، اگر خواسته بشه حرفاتو در اختیار دیگه بزنی به خودت چه میکنی؟ والا آخه خدا قول داده، گفته تو باز کن. این شاعر شعرشو نمیده کسی دیگه بخونه، این نقشه قالی رو نمیده که دیگه براش ببافه، یه انحصاریه، این میره چیزی رو انحصاری میکنه. یه تو حرفه جو حاضر نیستم اون شغل رو یاد بدن، میگن دست زیاد میشه، بله. ما کارمون کساد میشه، زیاد میشه. بله. این مشکل ایمانی داره. یعنی خدا یا من از این رو میخورم، اگر در بسته بشه تو دیگه قدرت نداری رزقانم بمیاد. اصلا بچه شونو میکشتن از ترس خرجی. قرآن میگه چرا بچه تو میکشی؟ نحنو نرزقهم، بعد میگه و ایاکم، من بچه ها رو رزق میدم، صدقه سر بچه هم به تو چیزی میدم. اصلا اگر بچه ها نودن پدر مادرام گشنگی بخوردن، مثل جوا، یه جوای آب چون آبو میخواد به مزرعه برسونه خودش هم تر میشه، درخت ها خودش هم سبز میشه. ولی این مسئله که میگه که این جوب چون میخواد آبو برسونه خودش هم خیس میشه، درخت ها کنار جوب هم سبز میشه، چون پدر و مادر میخواد خرجی بچه ها در بره به خودش هم چیزی میخوره. قرآن میگه نحنو نرزقهم، بعد میگه و ایاکم، هم قبل از یاکم، یعنی اول بچه ها رو روزی میدن، اونا میشن واسطه روزی شما، از صدقه سر بچه ها تو همین چیز میخوری. ما حقی به مردم ندیم. یعنی واقعا یه بار من شمردم این بچه کوچولو ها 20 تا حق به گردن مادرشو دارن. اصلا اگر بچه کوچولو ها نباشن، مادرها بعضیاشون روانی میشن، پارک میره پیتزا میخوره، نمیدونم فیلم میبینه، هی به هر دری خودشو میزنه خلاو پر کنه. بچه نداره، نمیدونه چه کنه. این بچه به تو آرامش میده، بچه به تو مدیریت میده. شما کتابای دانشگاهی مدیریت رو ببینید، من دیدم تمام سرفصلاش توی مادر اتوماتیک ساخته شه، برنامه‌ریزی، جنببندی، نظارت، کنترل، تشویق، تمام اینا اونجا. تو بچه کجا بودی؟ چی خوردی؟ کجا رفتی؟ یعنی همچی بچه ناظر، بحثای روحی چنان حساس میشه. مادری که نزایده با فریاد باید خب بلندش کرد،
اما همین که زایید تا بچه سرفه میکنه یه وجب برم جونم 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 چی خب این همه بود که دو ماه پیش با فریاد خواب بیدار میشد ولی حساس یعنی بچه روح را لطیف میکنه. انسان را ظریف میکنه انسان را مدیر و مدبر میکنه روحی عیسی برنامه ریزی میکنه همه چی ما اگر در یک مورد راه باز کنیم خدا همه جا راه باز خیلی نکته خوبی بود آقای قرائتی خیلی خوب همه اینا که گفتی برمیگشت به سوء ظن به خدا سوء ظن به خدا مثلا میگیم که خدا دیگه من نمیبخشه چرا نمیبخشه کی گفته نمیبخشه چرا نمیبخشه اصلا خدا گفته که آخه من چند بار توبه شکستم چیزی که توبه کنه قرآن بهش میگه تائب التائبون العابدون کسی که هی گناه میکنه بازم عذرخواهی میکنه اینو میگن تواب یعنی هی و خدا نگفته یحب التائبین میگه یحب التوابین چون تواب دیگه شرمنده چون هی خلاف کرده هی توبهش نتونسته نگه داره باز دست گل آب داده میگه مایوس نشو نکه تو رو قبول یقبل توبه نیست یحب التوابین ببینید تو قرآن چند تا تعبیره قابل التوب یعنی توبه رو قبول میکنم یقبل التوبه یعنی روش من اینه که توبه رو قبول کنم یحب التوابین یعنی اونایی که بازم توبه شکستن مایوس نشن من اینا رو دوستشون دارم محبوب من محبوب نه این یعنی چه یعنی از عفو خدا مایوس نشین از عفو خدا مایوس نشیم از قدرت خدا مایوس نشیم دختری که آدم ازدواج میکنه یه جای دختر عوض میشه رزقش که قد نمیشه دختره تا دیر خونه پدرش بوده حالا میاد خونه شوهرش مکان دختر عوض میشه ولی اون رزق معلوم داره رزقش که قد نمیشه ما یه خود مشکل ایرقمی داریم بله وقت حدیث داریم که فقیه کسی است که نه مردم مغرور کنه نه مردم مایوس کنه از طرفی هم نبود مردم مغرور که چون بگیم بله ما همه غرق گناهیم و یک حسین داریم شما روز عاشورا پیرن سیاه بپوش عزاداری کن همه کارا حله او رقمی هم درست نیست که مردم مغرور بشه نخه خود امام حسین جلو به سی تا تیر نمازش خوند حدیث داریم فقیه واقعی کسی است که در تربیتش نه مردم رو مغرور کنه غرور بگیردش که نه ما همین مثلا کمکی که با فقرا کردیم عوض نمازمون شما اگر صورت رو بشورید نمیگه خب صورت رو شستیم عوض دستمون دستمون شستیم عوض پامون همه کارا یکی از من پرسید که چطور کشوره که نماز بخونن علم و سنت ندارن گفتم که اول نگو ندارن بگو کم دارن برفرض اونم که کم دارن مقصر دین قرآن دو تایی داریم هم گفته وعبدو اقیم الصلاه هم گفته نماز بخون هم گفته وعلمو برو درس بخون اقیم الصلاه تو عمل کردی وعلمو رو درس نخوندی مثل آدمی که یه چرخ جلو باد میده چرخ جلو پنچره خودت کم گذاشتی بعد میگه چرا حرکت نمیکنه ما که چرخ جلو باد کردیم پس چرا نمیره خب چرخ عقب پنچره ما که سیب خوردیم چرا مزه انگور گیرمون نمیاد خب بری که انگور نخوردی هر میوه بخوری هر میوه خاصیت خودش داره عبادت خاصیت خودش داره تحصیلات هم خاصیت خودش داره تلاش هم اثر خودش تلاش هم اثر خودش داره توکل هم اثر خودش داره اینا جای دیگه هم دیگه نبود بشه پس اینجا هم تعادل بین بیم و امید بله داریم که یرجون رحمته و یخافون من عذابه یعنی خوف و رجا باید هر دو هم چیز بشه یعنی ما باید به قدری امید داشته باشیم که اگر همه گناهان دنیا رو هم کرده باشیم مایوس نشیم بگیم خدا میبخشه از طرفی باید به قدری هم از خدا بترسیم که یه گناه هم داشته باشیم که اگر یه گناه هم داشته باشیم ممکنه همون یه گناه منو فلج کنه مثل که این طوریه یعنی ممکنه کسی همه میکروبا تو بدنش بشه خدا اینو سالم نگه داره ممکنه کسی یه عمر براءت بهداشت بکنه با یه قاشق سم بمیره یعنی نمیشه گناه رو کوچیک شمرد گاهی یه گناه پیر در میاره گاهی یه گناه پیر در میاره یه حرف بدی مثلا شما با بنده از تلویزیون بزنیم همین حرف بعد کل برنامه ما قطع میشه میگن غلطی میدونی چی گفت حرف بدی زد یعنی گاهی وقتا یه گناه انسان را بره همیشه نابود میکنه پس نمیشود مایوس شد خدا ممکن همه گناه ها ببخشه نمیشه مغرور شد که ما که گناهی نکردیم اینم چه نمیگی چیزی نیست همون که میگی چیزی نیست میگیم پرتقال که چیز پوست خیار که چیزی نیست یه وقت همین پوست خیار زیر پات شما رو از عقب میندازه ویلچری میشی نخایی میشی پس پوست خیار هم کم نگیرید از طرفی
زباله های تهران هم کم زیاد نگیره، ممکنه همه زباله های تهران بازیافت بشه و سوزونده بشه و جلو میکروبش گرفته بشه، ولی ممکنه پوست خیر تو سرنگون کنه. سرنگون بکنه. خیلی خوب. حالا جالبه که آجوها داشتن ریشه ها و علل یأس و ناامیدی رو میگفتن، در ضمنش قطعا شما هم متوجه شدید که راهکارهای درمانش رو هم گفتن، یعنی همونطور که ایشون اشاره کردن یکی از علت های یأس و ناامیدی ضعف ایمانه، در نقطه مقابلش اگر ایمانمون رو تقویت بکنیم این یأس رهامون میکنه. یا اون نکته دومی که شما اشاره کردید در مورد سوء ظن نسبت به خداوند متعال، اگر حسن ظنمون رو بیشتر بکنیم باز هم انشاءالله راهکاری خواهد بود برای برون رفت از این بنبست های زندگیمون. توی مشکلات اقتصادی و گرفتاری ها و اینا هم باز برمیگره به همون سوء ظن به خدا دیگه. جواب بله. ببینید، ما اگر دین داشته باشیم بخش عظیمی از کارا حل میشه، بعد میاد سر تلاش و تدبیر و تحصیل. یعنی شاید بخش عظیمی از استرس ها و استراب ها و یأس ها مشکل ایمانیه. خب یعنی چی؟ ببینید، مثلا میگیم این هستی هدف داره یا بی هدفه. آدم معتقد اینه که همه چیزی حساب و کتاب داره. ام من شاین الا اندهو به مقدار، اگر غلط نخونده باشم، یعنی همه چیزی اندازه داره، همه چیزی شماره داره، قطارات باران شماره داره، دونه های شن شماره داره. اگر حساب کنیم هستی حساب و کتاب داره، یک، هستی هدف داره. قرآن آیه‌ای داره می‌فرماد ما هر چی آفریدیم به حق آفریدیم، یعنی بی هدف نیست. بعد از هستی خود منم هدفمندم، ایتون نیست با مرگ نابود بشم، پوچ بشم. کارام زیر نظره، ان ربک لبالمرصاد، ریز درشت کارای من حساب شده. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. خدای من بخشنده است، خدای من قدرتش بی نهایته، علمش بی نهایته، خدا منو خلافکار رو میبخشه، کارمو چند برابر میده، من جا عبر حسنه فلو عشر امثاله ها. این نگاه خیلی با آدم آرامش میده. ببینید آدم که سال رو من دید این صاحب خونه من دوست داره، لسه پذیراییه، همه اینا که نشستن آدم های فرهیخته و با کمالی هستن، غذا 100% سالمه، از غذا خوردن صاحبخونه لذت میبره، تو این جلسه با این آقایونی که شرکت کردن ممکنه استفاده های زیادی بکنه، خب این مهمانی دلچسبه. اما یه وقت هم یکی رو هلش میدن یه جایی، نمیدونه کی هلش داد، چطور شد اومد، آخه کجا هست، چی قراره بخوره، هیچی چی. یعنی آدم مادی میگه این خونه صاحب حساب نداره، تصادف، تصادفه، منم تصادفم، اینم تصادف، پس من شما که الان دوستم شدیم دو تا دیم تصادفی هستیم، اینجاست که به پوچی میرسیم. بله، یعنی میگم خب من مسئول، انسان مسئولیت داره، مسئول کی هستم؟ ای آقا تصادفی، منم تصادفی، هیچ جور جدی نمیگم. دو تا تصادفی مثل سنگا رودخونه، سیل میاد سنگا رو تصادفا میاره، آب تهنشی میشه، سنگا رو سم وا میسن، این سنگا حساب کتاب نداره، آبی آمد سیلی آمد آب فرو رفت چه رودخونه، سنگا وایسید، این سنگای وسط رودخونه تصادفه. به سنگا میشه ای سنگی که اینجا هستی، تو هدفمندی، هدفی نیست. بنابراین اگر هستی هدف داره، و حکمت خدا رو بپذیری، هستی هدف داره، خدا حکیم است، خدا بخشنده است، من هدفمندم، کارم زیر هر ابن نمیره، زایع نمیره. لا اوزی و عمل عامل من کن من ذکرن او انسا. قرآن میگه عمل هیچ کس رو ضایع نمی کنیم، من ذکرن او انسا، چه زن چه مرد. یعنی با این نگاه الهی، با این به قول امروز میگن جهان بینی، جهان بینی یعنی نگاه، با نگاه الهی زندگی شیرینه. با نگاه الهی انشاءالله این نگاه رو داشته باشی. یعنی شما وقتی میدونی کیه داره میزنه، میگی رفیقته، بی دعوت اومده، نه دعوتش کردم، بعد بره چه اومده، بره تبریک اومده، چی دستشه؟ دست گل دستشه، چقدر میخواد بشینه؟ نیم ساعت میخواد بشینه. هدفی چیه؟ آمده فلان مسئله رو بگه برای شما. خب آدم وقتی میاد دروا کنه با نشاطونه دروا میکنه، دوستشه، با دعوت اومده، دست گل داره، هدف داره، مطلبی که بله. معلومه بله. خب اما وقتی درم زن میگم کیه؟ دوست یا دشمن؟ زن یا مرد؟
مسلحه یا بدون اسلحه؟ برای چی اومده؟ برای چی اومده؟ خب همش نمید. چرا این ساعت؟ چرا این ساعت؟ موضوع چیه؟ این که انسان نگاهش به جهان نگاهی باشه که هستی هدف داره، خدا حکیمه، بخشنده، کارام و حساب کتاب داره، خوبیامو ده برابر حساب میشه، بدیامو یه برابر حساب میشه. این نگاه به انسان آرامش میده. بسیار خوب. شرط اوله. شرط اول. تا اینجا داشته باشیم ان شاء الله برمیگردیم ادامه گفتگومون رو با حاجای قرائتی عزیز خواهیم داشت. ضمن اینکه من تشکر میکنم، اول برنامهشون یک اشاره کردن که وقتی موضوع برنامه امروز رو فهمیدن با وجود خستگی مطالعه کردن، تحقیق کردن، پژوهش کردن، که من هم از طرف خودم هم از طرف شما ازشون تشکر میکنم. خسته نباشید میگم بهشون. خیلی خوب، امروز صفحه 257 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 11 تا 18 هم سوره مبارکه ابراهیم. انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون با برنامه سمت خدا همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا به یأس بگو رهایمان کنه، به خستگی بگو دست از سرمون برداره و به شیطان بگو که ما از آن توییم، امید نبندن. یک نکته از نکات نورانی این صفحه بشنویم و انشاءالله جمع‌بندی مباحث و گفتگون با حاجای قرائتی عزیزمون. آقا بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحیم. این صفحه اتفاقا دو تا آیه داریم. یکیش میگه فلیتوکل المؤمنون، یکی میگه فلیتوکل المتوکلون. خود توکل یعنی خدا رو وکیل بگیر،
خدام و نعم الوکیل، خوب وکیلیه. تو همه کاره باش. آره تو همه کاره باش. البته معنی خدای وکیل بگیر نیست که ما خودمون کار نکنیم. به ما گفتن جاهد و فلا حق جهاده عید الله مستطعتم، حق تلاش انجام بده کمش نیزه، مستطعتم هرچی توان داری کمش نیزه. ما باید هرچی عقل هرچی فکر آخر، ولی باید بدونیم که دست خدام هست، به خدام توکل کنیم. یه وقت یه جوانی به ما رسید گفت آقای غلطی یه دختر سراغ نداری که 100% خوب باشه، ما بریم باید ازدواج کنیم. 100% 100% گفتم بله، ولی باید خدا رو از خدای بندازه. گفت چطور؟ گفتم اگه 100% خوبه دیگه توکل نمود بکنی، مثل دو تا چهار تا. حالا که کسی هم که خدا رو قبول نداره دو تا چهار تا. اگه بخوای 100% بشه این 2 تا 4 تا یعنی خدایی نیست. معنای مسلمان اینه که ممکنه همه برنامه رو بریزن اما یه چیز دیگه مقدر باشه. گاهی وقتا که افرادی مایوس میشن یه صحنه تلخی رو میبینن، فکر کنن همه مشکلات همینه، نگاه نمیکنن. حالا یه مثالی بگم، یه کسی میگفت که هر کسی یه قصه داره، قصه همسر، قصه عمو، دایی، همسایه، شغل، فقر، بیماری، زندان، تصادف، هزار و یک، هر کسی یه قصه داره. میگه اگر قصه ها رو از مردم بگیریم همه رو بزنیم تو یک میدون فلکه، بعد همه مردم میشن بی قصه دیگه، بگیم ای مردم دارون بل بلاء محفوفه، حضرت امیر فرمود دنیا جا قصه، بی قصه نمیشه. ما قصه ها رو گرفتیم ریختیم فلکه، ولی بدونید بی قصه نمیشه. خودتون برید دور فلکه یکی از قصه ها رو بردارید، دو مرتبه مردم بی قصه بیان دور فلکه و همه میگه آقا ببخشید او قصه خودم بده بیاد، قصه خودم بده بیاد. یعنی نگاه به قصه های دیگران بکنیم میبینیم تو نیست که ما همه قصه هست درم رخته بشه و چه داشته هایی داریم و چه داشته هایی داریم که توجه به اون نداریم. چون ببینید آخه انسان بشری طوریه که فیعوسان قطور، وقتی به سخ میرزه قرآن میگه وقتی به بلا رسیدید مایوس میشید. چرا مایوس شدید؟ ما رمضون مثلا 30 شبه 28 شب سحری بخوریم، 2 شب هم سحری نمیخوریم، یعنی حالا ساعت مصدا نمیکنه، خوابم برد به هر دل. این 2 روزی که سحری نخوردیم فردا میگیم فهمیدی چی شد؟ شما ساعت سالمه، ما که ساعتم سالم نیست، دیشب صدا نکن. آقا من الان طاقت ندارم دیشب سحری نخوردم، یعنی این سحری نخوردن به 100 نفر با کم و زیادش میگیم اما یه نفر دیگه میگه آقا بیا من دیشب سحری خوردم، به هیچ کی نمیگیم خوردم. آره عادتمون نیست نوعا، نمیگیم خوردیم، ولی به اون که نخوردیم خیلی به چشممون میاد. بنده الان مثلا چند هزار ساعت تو تلویزیون صحبت کردم تو همه شبکه، حالا یه غلطی کردم صدا تو میکنه. انسان همیشه منفیات ای آقا فکر میکنه الان که تو کنکور قبول نشد روزگارش سیاست. آمدم خونه بچه‌م گفت آقا جون، گفتم بله، گفت در دانشگاه قبول شدم، گفتم خب الحمدلله، گفت اه همین ذوق نکردی، گفتم میخوای برقصم، یا قبول شدی که شدی دیگه، گفت نه من فکر کردم بگم قبول شدم شما حالا یه هیجانی میشه. گفتم آخه چرا هیجانی بشم؟ میگه همه اینا که رفتن دانشگاه بی قصه، میگه همه اینا که کنکور قبول نشدن بدبختن، اینقدر آدم داریم سطح معلومات عالیه داره، هزار یک مشکل هم داره و آدم ها داریم که تحصیلاتشون متوسطه هیچ مشکلی ندارن. من میگم خدا برات خیر مقدر کنه، حالا خیرت در اینه که تحصیلاتت چقدر بشه. ما گاهی وقتا زون میکنیم که اگر رفتم دانشگاه زنده بود، اگر نرفتم مرده بود. نه این خبران نیست. مثلا تو فقر و تنگ دستی و گرفتاری ها باشه. آخه تاجران یه قصه بره خودشو دارن. من حالا نمیخوام بگم، خدا میدونه یه تاجرای میان یه قصه های میگن که میگم خوب شد که واقعا این قصه ها رو ندارن، این قصه ها رو فقیرا ندارن، نوعش فرق میکنه. همه یه جور درگیرن. مثلا میره به مرز اون مهندس ما رو سکوی نفت، میگه ببین چه شغل ما داریم، وسط آب دور از زن و بچه، یه شیفت مثلا 2 هفته ای باید اینجا باشیم،
هوای شرجی، هوای داغ، گرما، شرجی، دور از بچه، وسط آب، اینا قصاص. همون آقا بشن یه چیزایی ندارن. اینجا دوره من رو همه سالمن، مریض نمبینم. اینجا ترافیک نیست، اینجا دود گازوئیل نیست، اینجا یعنی همیشه باید همه رو با هم حساب کنیم. یکی از اومد خدمت امام گفت آقا بدبختم همچین مشکلش، گفت امام فرمود که خوبی ها رو دوست داری؟ مثلا اهل بیت دوست داری؟ بله، من جانم فدای شما. گفت میخواستی کینه من داشته بشی با پول؟ گفت نه میخوای محبت منو بده، قالی ابرشمونو بگیر. یعنی تو نیست که اون که پول داره مشکلی نداشته، اون که پول داره مشکل خودشو داره، هر کسی مشکلات خاص خودش رو. ولذا اگه تو بود مثلا ما میگفتم پول دارن نمیمیرن، چون پول داره پول دارن و تمام آجیلا رو میخورن دیگه، اینقدر بحث پسته مطرح نیست، بحث گوشت قرمز و سفید مطرح نیست، او تاجره دیگه. پس اونا باید عمرشو بیشتر باشه. شما هیچ آماری داریم که عمر پول داره بیشتر عمر فقیراست؟ نه. خیلی خوب آقا، خیلی ممنون، متشکرم. انشالله هفته آینده این بحث رو ادامه خواهیم داد با حضور حاجای قرائتی. ما وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. حاجا دعا بکنند و ما هم آمین بگیم انشالله. به خاطری که با تلویزیون نشستن من قابل نیستم برای دعا، ولی چون با تلویزیون خیلی افراد خوب نشستن، یه آمین بگید. آمین عربیه یعنی خدای دعا رو مستجاب کن. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد، هیچ وقت هیچ یکی از ما را گرفتار یأس و به بنبست رسیدن قرار نده. آمین. باور کنیم که بنبست وجود نداره. خدا پیغمبر تو غار با تار عنکبوت حفظ میکنه، کلاغ و معلم بشر میکنه، خدا به مریم بیشوهر بچه میده، به ابراهیم 100 ساله بچه میده. خدا رو باور کنیم، خدا رو باور کنیم و با اون نگاه، اگرم ترخی هست ترخی‌ها رو با شیرینی ها با هم مقایسه کنیم. بسیار ممنون. خدای ما رو از همه رقم بنبست ها و یأس ها حفظ کن. و سلام علیکم و رحمت. سلامت باشید. خیلی ممنون، متشکر از توجهتون. فردا انشالله با حضور آقای حیدری کاشانی خدمتتون خواهیم رسید. به رسم سه‌شنبه هامون حسن ختام برنامه ما سلام و صلوات بر امام علی ابن مصر رضا خواهد بود. اللهم صل علی علی ابن مصر رضا المرتضی. تا سلام دوباره. اللهم صل علی علی ابن مصر رضا المرتضی. الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.